است ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه قراردادهای امنیتی دو جانبه را با آلمان و فرانسه امضا کرد. زلنسکی در پاریس با اولاف شولتز صدراعظم آلمان دیدار خواهد کرد و برای دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با پاریس خواهد آمد. هدف این سفر زلنسکی امضای توافقنامه‌های امنیتی و حمایت بلند مدت دو جانبه با آلمان و فرانسه به دنبال توافقنامه‌های امنیتی بین اوکراین و بریتانیا است که در جریان سفر ماه گذشته ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا به کیف امضا شد. این قراردادها 10 سال آینده را پوشش می‌دهند. جلسات مهمی با شرکای ما برنامه‌ریزی شده است و توافقات جدیدی منعقد خواهد شد. ما هر تلاشی انجام می‌دهیم تا عملکرد آنها را برای اوکراین مؤثر کنیم و مطمئن هستم که موفق می‌شویم. ما در حال ایجاد یک معماری امنیتی جدید برای کشورمان هستیم که نه تنها به ما اینجا و اکنون کمک خواهد کرد، بلکه همچنان در دراز مدت نیز مفید خواهد بود. این چیزی است که اوکراین هرگز نداشته است، اگرچه همیشه به آن نیاز داشته. زلنسکی روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت میکند که یک گردهمایی سالانه مقامات بلندپایه امنیتی و سیاست خارجی کشورهای غربی است. در مونیخ زلنسکی با کامالا هاریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده هم دیدار خواهد کرد.